صحبت های نامزد ها رو این شب ها احتمالا دنبال می کنید از به هر حال برنامه های مختلف تلویزیونی که دارن. تا اینجا به نظر نمیاد که موجی رو ایجاد کرده باشند برای اینکه دست کم کسانی رو که مرددن یا اینکه با صندوق های قهر رای قهر کردن رو بتونن آشتی بدن. چه فکر می کنید؟ عرض شود که درباره موج ایجاد کردن فکر کنم هنوز یه خورده زوده ما به این صراحت و به این سرعت نظر بدیم، چون خیلی از اتفاقات ممکنه در لحظات آخر بیفته، حتی ممکنه که دو روز قبل از انتخابات پیش بیاد. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که یه تغییر کاملا محسوسی در نوع رویکرد نامزدها دیده میشه و این رو من در صحبت‌های همه نامزدها به وضوح دیدم و ارزیابی من اینه که علل خصوص وقتی صحبت کردن آقای پزشکیان رو میشنویم، ما با یه آدمی مواجه هستیم که ظاهر باطنش یکیست، پیشینش کمابیش روشنه، حرفی که میزنه با احتمال قریب به یقین ما میتونیم بگیم این همون حرفی است که ایشون بهش اعتقاد داره. میگم مهمترین مسئله هایی که در این چند سال گذشته مردم ما باش مواجه شدن اینه که حکومت، حاکمیت و نظام علل اصول اعتنایی به مردم نداره، مدام مشغول زخمی کردن مردم، مدام مشغول لجاجت با مردم و هیچ وقت حاضر نیست حرف مردم رو گوش بده. یعنی اینی که الان ما میخوایم منتظر ایجاد موج هستیم، زمانی ما موج رو خواهیم دید که مردم به وضوح ببینند یک کسی هست که با شفقت، با همدلی و با انسانیت باشون رفتار میکنه. آقای محمدپور، عذرخواهی میکنم، این که شما به صحبت‌های آقای پزشکیان اشاره کردید، ما هم یک بخشی از صحبت‌های امشب ایشون رو پخش کردیم که مخالفت با گشت‌های حجاب بود. خیلی از منتقدان ایشون میگن که خب مسائلی که مطرح میکنن در حوزه اختیارات ریاست جمهوری نیست، از جمله همه مسئله حجاب خاص نهادهای بالاتره، خاص رهبر جمهوری اسلامیه، هر کسی رئیس جمهورش چطور میخواد این رو مدیریت کنه؟ کاملا حرف درستی میزنید، ولی ببینید در ایران مثل هر حاکمیت سیاسی دیگه ای تمام نهادها همه زیر نظر یه فرد واحد کار نمی کنن. ببینید شما موقعی که از اون طرح نور که در دوره ابراهیم رضی اتفاق افتاد حرف میزنیم، یه بخشایی از حاکمیت بودن که جوابگو به رئیس جمهور بودن، یعنی رئیس جمهور میتونست بهشون بگه کار بکنه کار نکن. بله من میفهمم که آقای پزشکیان قرار نیست معجزه کنه تو این کشور، نمیتونه گشت ارشاد رو به طور کامل تعطیل کنه، نمیتونه نظارت استصوابی رو لغو کنه، نمیتونه ولایت فقیه رو مقید و محدود کنه، اصلا نه در چارچوب اختیارات اوست. اما یه کاری که میتونه بکنه اینه که حداقل دو روز مردم میتونن نفس بکشن و این زخم هایی که پیوسته این حکومت با این مجریان بیکفایت فاسدش به تن مردم میزنه به تن مردم نخوره. این ارزوبنده اینه و الله که مشخصه که خارج از اختیارات اینه. خب چه تضمینی وجود داره؟ مثلا آقای روحانی با اون سابقه امنیتی که داشت، با اون سابقه طولانی که در نظام جمهوری اسلامی داشت، عملا خیلی نتونست تغییر پیش ببره و از دولت با تفنگ صحبت میکرد، یا همین اصلاح طلبا میگفتن رئیس جمهور تدارکات چیه؟ شما نیاز دارید یه خورده برگردید به عقب برای اینکه ببینید اصلا جمهوری اسلامی چگونه رفته جلو. این انتظاری که یه کارگزاری مثل رئیس جمهور بیاد یه تغییر بزرگ انجام بده اصلا محاله. شما نمیتونید با ساختار فعلی، با جایی که شما ولایت فقیه رو دارید، شورای نگهبان رو دارید، نحوه قانونگذاری به این شیوه عمل میکنه که نهادهای زیر نظر رهبر میتونه کار انجام بده، از رئیس جمهور انتظار معجزه نمیتونید داشته باشید. در نتیجه من فکر میکنم در این انتخابات مثل هر انتخابات دیگری در ایران یا در هر جای دیگه دنیا باید ببینیم که رئیس جمهور چیکار میتونه بکنه. من فکر میکنم یکی از کارهایی که در این چند روز آقای پزشکیان از خودش نشون داده اینه که واقعا راست، یعنی به صراحت به شما میگه که آقا من چیزی رو قرار نیست عوض کنم، اون چیزی که نمیتونم عوض کنم و نمیتونم عوض کنم. و این بیرون آوردن مردم از این خیالات، از این آرزو اندیشی که پزشکیان قراره کاری بکنه که بقیه نکرد، این تصور نادرست در زمان خاتمی هم وجود داشت که فکر میکردن چون با رأی بسیار عظیمی ایشون رئیس جمهور شده میتونه بری بخشایی از این نظام رو تغییر بده. خب اون بخشای نظام حاضر نیست از بکش از قدرتش، حاضر نیست از اون مزایا و امتیازاتی که داره دست برداره، مگر اینکه فشار مردم به یه حدی برسه که دیگه نتونه کارش بکنه. ببینید وقتی شما از گشت ارشاد صحبت میکنید، اصلا مهم نیست آقای پزشکیان یا کس دیگه بیاد بگه آقا من باش مخالفم یا موافقم، جامعه اصلا کاری نداره بهش.
کف خیابون مردم راه خودشون رو دارن میان. این یه چیزی که خارج و فارغ از خواست رهبر کشور یا رئیس جمهور محقق داره میشه، به خواهی نخواهی، مثل بقیه چیزایی که جمهوری اسلامی باش پس مخالف. نظر شما بر اینه که به هر حال واقع گرا هستن آقای پزشکیان و باید ببینیم که در دو هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. متشکرم از شما. داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی از لندن با ما.